سلام، امروز میخوایم به معرفی یکی از کارکترهای اصلی پنج شب با فردی بپردازیم که هم یکی از ترسناکترین کارکترها و هم یکی از پرطرفدارترین اونها به حساب میاد و اون هم فاکسیه. ما تو این ویدیو میخوایم به پیشینه فاکسی و کارکترهایی که فاکسی از روی اونها ساخته شده نگاهی بندازیم و همچنین به تمامی ورژنهایی که از فاکسی توی تمامی سریهای بازی فنف وجود داره سری بزنیم و اونها رو بررسی کنیم. قبل از دیدن ویدیو یادتون نره حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید و یادتون باشه ویدیو حاوی اسپویله. حالا بریم سراغ ویدیو. فاکسی یکی از چهار کارکتر اصلی بازی فردی به حساب میاد که از اولین سری در کنار شما بوده. اگرچه در کنار چیکن و بانی و فردی فاکسی رو توی تریلر اولیه بازی نمیبینید، اما فاکسی توی بازی اول حضور داره. خیلی از بازیکنان وقتی اولین بار در سال 2014 بازی رو انجام میدادن از دیدن فاکسی شوکه شدن، چون خبر از کنسل شدن این کاراکتر بود، ولی موقعی که بازی عرضه شد فاکسی هم در اون حضور داشت. اون تو بخش خاصی از پیزا فروشی زندگی میکنه که بهش جای دوز دریایی میگن. وقتی که اسم فاکسی رو میشنوید اینطور به نظر میاد که یک اسم دخترانه روشه و شاید فکر کنید اون یک روباه ماده است، ولی اون یک دوز دریاییه، روباه نره و کاراکتر مردونه داره. شکل ظاهری اون کاملا مردون است و بدن و پای قرمز رنگ داره و چشم زرد رنگ و ابروهای قرمز و یک چشمان داره که اون رو بیشتر به دوزان دریایی شبیه کرده. یکی از دستاش هم قلاب داره که شبیه قلاب دوزان دریاییه. فاکسی معمولا دهانی باز داره که میتونید دو ردیف دندون خیلی تیز رو توی دهانش ببینید و چند دندون طلا داره که اون رو بیشتر شبیه به دوزان دریایی کرده. فاکسی به نظر از کار افتاده میاد و در جایی قرار داره که جلویش تابلو زدن خارج از سرویس و این میتونه اشارهی به این داشته باشه که فاکسی خراب شده یا به دلایلی کنار گذاشته شده. شاید هم به خاطر اتفاقی که توی پیتزا فروشی افتاده و اونجا رو تا مرز تعطیلی کشونده اشاره داره و اینکه چرا دیگه نرفتن سراغ تعمیر و نگهداری فاکسی و ترجیح دادن اون رو کنار بذارن. اتفاقی که توی نوار زمانی فنف افتاده و خیلی ها از اون بیخبرن. اتفاقی که توی سال 1987 افتاده و انگشت اتهام رو به سمت فاکسی گرفتن. اون یک اتفاق مخوفی بود که توی اون یکی از ربات‌های بازی که دندون‌های تیزی هم داشت، جمجمه یکی از مشتری‌های پیتزا فروشی رو گاز گرفت و قسمت جلویی مغز اون رو از سرش جدا کرد. این حادثه توسط مردی که در بازی اصلی هم تماس می‌گیره بهش اشاره شده. خیلی ها طی این سال ها تلاش کردن که مسئول اصلی این حادثه تخت رو پیدا کنن، اما در نهایت هیچ کدوم نتونستن نظر دقیقی از اینکه کدومی که از ربات ها این کار انجام داده بدن. این رو بنا به دلایلی به گردن فاکسی انداختن. 1. اون دندون های تیزی داره و دندون هاش در قسمت جلویی دهانشن. 2. فک فاکسی به صورت اسرارآمیزی شکسته و این میتونه به خاطر فشاری باشه که به جمجمه مشتری وارد کرده. 3. فاکسی مثل برق و باد میتونه سریع بدوه و صحنه رو ترک کنه. موقعی که دویدن اون رو توی مانیتور میبینید به چشم به هم زدنی از جلوی دوربین رد میشه. شاید به خاطر همین سری بودنشه که اون رو از سرویس خارج کردن که به بقیه مشتری ها صدمه نزنه. توی بازی فنف هلپ وانتد وقتی به کاراکتر فاکسی میرسید میبینید که تعداد زیادی از فیوز های اون رو برداشتن تا از کار بیفته و نتونه حرکت کنه، ولی با این حال هیچ کس نمیتونه با اطمینان بگه که اون حادثه کار فاکسی بوده. وقتی که به عنوان نگهبان شب توی فنف یک بازی میکنید، فاکسی یکی از سخت‌ترین ربات‌هایی هست که میتونید مراقب حمله های سریع و عادت‌های رفتاریش باشید و خیلی غیر قابل پیش‌بینی‌تر از بقیه کاراکترهاست و به چشم هم زدنی خودش رو به اتاق نگهبانی میرسونه و شما رو غافلگیر میکنه. فاکسی همچنین در کنار بلورا یکی از کاراکترهای خواننده بازی است که صداپیشه اون کریستوفر مکولاس که در واقع یک ترک با عنوان تو یک دوز دریای هستی رو با صدای فاکسی ضبط کرده و توی کانال یوتیوبش گذاشته. اما از همه اینها که بگذریم، ایده اصلی فاکسی از کجا اومده؟ خب بخشای زیادی از فنف از فست فود مسکار در آمریکا توی سالهای 1970 تا 1980 الهام گرفته شده. همچنین مقداری هم از رستوران چینچک چیز و عروسکاش الهام گرفتن. خیلی‌ها بر این باورن که کاراکتر فاکسی رو از فاکسی کالن عروسک این رستوران اقتباس کردن. فاکسی کالن یک کاراکتر مؤنث بود و آرایش زنانه داشت و فاکسی اول اسم اون بود که احتمالاً فنف از اون استفاده کرده. کاراکتر دیگه‌ای که پتانسیل اقتباس فاکسی رو داره، رولف دی وولف نام داره که در اصل روباه نیست و گرگه، اما این رو میتونه به دنبال داشته باشه که برای طراحی نهایی شکل ظاهری فاکسی از اون کمک گرفته باشن، چون شباهت‌های زیادی به هم دارن.
توی این نوتی که اسکات کاتون در زمان طراحی کاراکترها نوشته میبینیم که به این اشاره داره که توی طراحی اونها از نظرات اعضای خانواده استفاده میکرده. به گذشته و داستان و اسارت فاکسی اشاره هایی کردیم. حالا بریم سراغ کاراکترهای بعدی که با توجه به فاکسی ساخته شدن. طی سالهای متمادی ورژن های زیادی از فاکسی طراحی شدن که یکی از یکی ترسناکتر شدن. پس بریم نگاه کوتاه به اونها بندازیم. ویدرد فاکسی توی فنف 2 ظاهر شد که طراحی شبیه به فاکسی اصلی داشت. از نظر ظاهری شباهت‌هایی به منگل داشت و مقداری از نظر ظاهری داغون و پوسیده شده بود. توی بازی تنها کاراکتری که نمیتونی با زدن ماسک فردی به صورتت اون رو گول بزنی و از خودت دورش کنی این کاراکتره. وقتی که نور چراغ شروع به چشمک زدن کنه اون ظاهر میشه و هر کاری کنی اون بهت حمله میکنه و بازی رو میبازی. توی ورژن RPG بازی صدای اون رو میتونید بشنوید که نسبت به قبل خیلی تغییر کرده و ترسناکتر شده. نایتمر فاکسی یکی از چند کاراکتر نایتمرز بازیه که از ورژن‌های اصلی الهام گرفته شدن و ما اونها رو توی فنف 4 می‌بینیم. همونطور که از اسمش پیداست این ورژن از فاکسی یک کابوس خالصه و مو به تن شما سیخ می‌کنه. اون دندان‌های تیز بیشتری داره و بدنش کاملا پوسیده و پوشش چشمانش رو هم از دست داده و ما چشمان روشن رباتیکش رو می‌بینیم. راکستار فاکسی در بازی فنف پیزریا سیمولیتور حضور داره و خطری برای بازیکنان به همراه نداره. توی بازی به نوازندگی مشغوله و خبری از ترسوندن بازیکن نیست و همونطور که از اسمش پیداست توی بند مشغول به خوانندگیه. شکل ظاهری شبیه به فاکسی اصلیه و یک سری تغییر در ظاهرش اتفاق افتاده. به جای یکی از پاهاش یک پای چوبی شبیه به دوزان دریایی گذاشتن و دندونهای طلاییش بیشتر شده و یک توتی شبیه به دوزان دریایی روی دوشش و یک ستاره روی سینه‌اش داره. اما با این حال از دست راکستار فاکسی به این راحتی‌ها خلاص نمی‌شید و اون رو توی فنف 6 به سراغتون میاد و هر موقع که توتیش رو توی تصویر دیدید باید منتظر حمله اون به سمت خودتون باشید. فان تایم فاکسی اولین چیزی که در بازی فنف سیستر لوکیشن ظاهر میشه فان تایم فاکسیه که با الهام از کاراکتر اصلی فاکسی ساخته شده، اما تغییرات زیادی بهش دادن. برای مثال کلن رنگش رو عوض کردن و کرم رنگ و خاکستری و صورتی شده. ناخونهای صورتی داره و اگه از نزدیک بهش نگاه کنید شما رو یاد منگل میندازه. منگل تقریبا دیزاین شبیه به این رو داره. توی بازی موقعی که نورها کم و زیاد میشن اون به شما نزدیک میشه و ناگهان به شما حمله میکنه و اون پوشش صورتی صورتش رو کنار میزنه و با اسکلت ترسناکش شما رو میترسونه. گرین فاکسی یکی از وحشتناکترین ورژن های فاکسی، گرین فاکسی در بازی هلفانت DLC هست. اون شباهت های زیادی به ورژن های جکوی ربات ها در بازی قبلیش داره. بیشتر بدنش از بین رفته و اسکلتی ترسناکتر با دندان های فلزی بسیار تیز و قلابی بزرگتر به جای دستش داره و از درون اسکلتش آتش بیرون میزنه و همیشه در حال سوختنه و شبیه به عروسک های هالووین میمونه و میتونیم به اون لقب ترسناکترین ربات سری های فاکسی رو بدیم. خب ازتون ممنونم که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم.